سلام دوستان خوش اومدین به قسمت 16 هم از پادکست فارسی با من و عبی سلام دوستان مرسی از جان که منو توی این پادکست دعوت کردی امروز هم اومدیم با یه ضرور مسئله دیگه ضرور مسئله امروز هست شطور دیدی؟ ندیدی میخوایم معنیشو براتون بگیم و داستانی که این ضرب مسئل از اونجا شکل گرفته رو هم براتون بخونیم خب اول معنی این ضرب المثل رو بگیم شطور دیدی ندیدی یعنی چی یعنی تا زمانی که دلیل محکمی برای حرفت و سوال دیگران جواب محکم و مستدلی نداری بهتر این که اظهار نظر نکنی یه معنی دیگه هم میتونه داشته باشه شما شاهد یک موضوعی بودین یا از یک موضوعی با خبرین و اون رو دیدین اما بهتره که اعلام نکنید و نشون ندید که از اون موضوع آگاهین ممکنه بعدا براتون درد سرساز بشه آره یه معنی دیگه ای که ازش میشه برآورد کرد اینه که مثلا من یه رازی با یه نفر دارم و یا یک موضوعی هستش که فقط بین من و اون نفره و از اون خواهش میکنم که این راز رو پیش خودش نگه داره تو اینجا میتونم استفاده بکنم از این زربار مثل و بگم ببین شطور دیدی ندیدی جالب بودن این زربار مثل اینه که این زربار مثلا منتصب به سعدیه یکی از بزرگترین شاعرای زبان فارسی که این اتفاق برای خودش افتاده و در مورد این اتفاق هم شعری و بعدا سروده که حالا بعدا در ادامه توضیحات براتون میخونم خب بریم سراغ داستان شطور دیدی ندیدی عبی برامون میخونه شطور دیدی ندیدی در روزگاران قدیم سعدی شاعر شیرین سخن ایران که همیشه در حال سفر بود در یکی از سفرهایش که پای پیاده میرفت پای پیاده یعنی اینکه از هیچ وسیله نقلیه استفاده نمیکرد پیاده می رفته. متوجه جای پای شطوری شد و فهمید که پیش از او شطوری از آنجا عبور کرده است کمی که پیش رفت پیش رفت یعنی یکم که جلو رفت در کنار جاده به یونجزاری رسید یونجزار یعنی مزرعه ای که در اون یونجه میکارن که قسمتی از طرف چپ یونجزار خورده شده و قسمت راست آن دست نخورده باقی مانده بود دست نخورده یعنی سالم با خود گفت با این حساب شطوری که از اینجا عبور کرده چشم راستش کور بوده است کمی که جلوتر رفت دید نزدیک رد شطور چند مگس روی لکهی نشستند خم شد و لکه ها را وارسی کرد وارسی هم یعنی بررسی فهمید که لکه ها قطره شیره اند شیره بچه ها میتونه اصاره یک میوه باشه مثل شیره انگور شیره توت گفت بیچاره خیک شیره اش هم سوراخ بوده شیره یازی یه سری از مایات و داخل یک کیسه که از پوست حیوانات بوده میریختند و به اون خیک میگفتن گفت بیچاره خیک که شیرهش هم سوراخ بوده هنوز از فکر شیره در نیامده بود که کمی جلوتر متوجه شد در کنار جای پای شتر گودی عمیقی به وجود آمده گودی هم یعنی حفره فرو رفتگی و جای پای زنانه هم در کنار آن دیده می شود. با خود گفت از این علامت ها باید فهمید که شطور اینجا روی زمین نشسته است. زنی هم سوار شطور بوده که اینجا از شطور پیاده شده است. سعدی که تنها سفر می کرد از این کشفیات که سرگرمی جالبی شده بود خوشحال شد رد پای شتور را دنبال کرد و دید که باز هم جای پای شتور ادامه پیدا کرده است با خودش گفت زن شطور سوار کمی استراحت کرده و بعد دوباره سوار شده و به راه خود ادامه داده است کاش کمی سریعتر بروم و به شطور برسم و ببینم فکرهایی که کرده ام درست است یا نه؟ سعدی به راه افتاد ناگهان شخصی را دید که حراسان به این طرف و آن طرف می دود. حراسان یعنی نگران وحشت زده از او پرسید چه شده؟ چرا انقدر مسترب و ناراحتی؟ مرد جواب داد رفتم از جوی آبی که نزدیک راه بود کمی آب بردارم که شوترم در رفت یعنی فرار کرد تو شطوری ندیده ای که از, از اینجا عبور کند؟ سعدی پرسید چشم راست شطورت کور است؟ مرد گفت بله سعدی پرسید زنی هم بر شطورت سوار بوده؟ مرد گفت بله سعدی پرسید ظرفی پر از شیره هم بار شطورت است؟ مرد گفت بله بله سعدی گفت من شطورت رو ندیدم مرد پرسید ندیده ای؟ پس نشانی هایش رو از کجا می دانی؟ حتما تو آن را دزدیده ای و در جایی پنهان کرده ای زود بگو چه بلایی سرم آمده و شوترم کجاست؟ صدی گفت این چه حرفی است که میزنی مگر شطور تو موش است که در بیابان پنهانش کنم من از آثاری که دیده ام پی بردم که چنین شطوری از اینجا عبور کرده است یعنی متوجه شدم فهمیدم مرد با چوب دستیش به جان سعدی افتاد به جان کسی افتادند یعنی اونو کتک زدن سعدی کتک میخورد و از بیگناهیش حرف میزد که ناگهان شطور مرد از دور نمایان شد نمایان شد یعنی دیده شد مرد دست از کتک زدن برداشت و به دنبال شطورش دوید سعدی که میدید باهوش بودن کار دستش داده کار دستش داده بچه به معنای اینکه مشکل براش ایجاد کرده باهوش بودن کار دستش داده به خودش گفت مرد حسابی این چه کاری بود که کردی؟ به تو چه که نشانی های شطور ندیده را بگویی؟ باید از اول به خودت میگفتی؟ شطور دیدی؟ ندیدی؟ بعد هم این شعر را سرود سعدیا چند خوری چوب شطر بانان را می توان گفت از اول که شطور دیدی نه از آن به بعد با گفتن این ضرب المثل به دیگری میگویند که بهتر است آنچه را که میدانی به زبان نیاوری بچه اینجا یک عبارت داریم به نام مرد حسابی حسابی اینجا صفت به معنای یک چیز خوبه اینجا مرد حسابی یعنی مرد متشخص فهمیده حالا اگر این در مورد غذا بیاد مثلا غذای حسابی یعنی یک غذای با کیفیت عالی زیاد گفتم اینم توضیح بدم شاید براتون سوال باشه مرسی عوی خیلی قشنگ خوندی من خیلی لذت بردم گوش میدادم خب طبق معمول یک دیالوگ کوتاه دیگه هم من و عوی با هم انجام میدیم که بهتر کاربرد این ضرب المثل رو درک بکنید این دیالوگ توی یک فروشگاه انجام میشه بین یک نظافتچی و آقای احمدی آقای احمدی شما اونجا چی کار میکنید؟ خیلی وقته که فروشگاه تعطیل شده و همه کارکنه از فروشگاه خارج شدن. من هم میخواستم درها رو قفل کنم و برم. خب، خب الان میرم. اون کیسه که پشتتون قایم کردین چیه؟ این قفص ها چرا خالی شدن؟ من همین الان خودم اونا رو پر کرده بودم باورم نمیشه پس گم شدن جنسا تو این مدت کار شما بوده؟ نه نه خب راستش ببین اگه قول بدی دهنت قرص باشه و به کسی چینگی من هم در عوض قول میدم نصف جنسا رو به تو بدم و هفته دو بار به جای تو کف فروشگاه رو طی بکشم به شرطی که هر امشب دیدی فراموش کنی شطور دیدی ندیدی خب بچه ها شما جای خانم نظافت چی بودین چی کار میکردین پیشنهاد آقای چی گفت چون من نقششو گرفتم خب شما جای خانم نظافت چی بودین چی کار میکردین پیشنهاد آقای احمدی رو قبول میکردین یا نه خب بچه ها این هم از دربان مسئله شطور دیدی ندیدی اگر سوالی دارین یا و مسئله دیگه ای وجود داره که دوست دارید معنیشو بدونید یا در مورد اون صحبت بکنیم و داستانشو براتون تعریف بکنیم حتما توی کامنت ها برامون بنویسید برای حمایت از من کانال Learn Persian with Asan رو سابسکرایب کنید و اگر از ویدیو لذت میبرین اونو هم لایکش کنید برای حمایت بیشتر هم میتونید به پیچران من سر بزنید که لینکش توی توضیحات هست اسم من اصله مرسی که ویدیو دیدین دوستتون دارم خدافظ.